بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بغية الله في الأرضين ولعنة الله علی اعدائهم أجمعين روز تاسوعای حسینی در جوار ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها منبر بین الطلوعین آجزانه از وجود مقدس حضرت ولی از ارواح و نافده دعوت میکنیم محفل و مجلس ما رو مورد لطف و مرحمت و انایات خاصی خودشون قرار بدند اسم همه ما رو در زمره ازاداران واقعی حضرت سید و شهده علیه السلام ثبت و ضبط کنند اموات گذشتگان انشاالله از جلسمون بهره بگیرند توفیق ارز ادب به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام به هممون عنایت بشه سوز دل و اشک چشم ان الله به ما لطف کنند احترام کنید صلوات رو قرا بفرمایید یکی از مطالب بسیار مهمی که بسیار شایسته است در روز تاسوعای حسینی بهش پرداخته بشه توجه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به بحث بسیار مهم برادری است میدونید خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم تمام مؤمنان را از یک ریش معرفی کرده و در سوره مبارکه حجرات با کلمه انما که از عدات حسره این مسئله رو منحصر کرده که تمام مؤمنان با یکدیگر برادرند انما المؤمنون اخوه و همچنین خدای متعال در قرآن کریم بعضی از برادران را ذکر کردند و یادآوری کردند و معرفی که سرتاسر سر زندگی اونها برای عموم مردم قابل توجه و قابل عبرته خدای متعال در قرآن فرزندان یعقوب رو که معرفی میکنه اونها رو برادران شایسته‌ای برای یکدیگه معرفی نمیکنه و میدونید برادران جناب یوسف سلام الله علیه بر اثر حسادتی که نسبت به یوسف داشتند کار رو به جایی رسوندند که چهل سال دو تا پیغمبر به درد فراق مبتلا شدند داستانش رو دارید و نیاز به تکرار نیست که وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه رو در چاه انداختند تا روزی که این درد فراغ به وصل تبدیل شد چهل سال تمام دو تا پیغمبر در فراغ یکدیگه سوختند و به طول انجامید خب اینها از نمونه های بسیار عبرت انگیز که خدای متعال نامشون رو در قرآن ذکر کرده در تاریخ هم ما برادرانی رو داریم که متاسفانه اونها هم مورد تأیید نیستند مثلا وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام یه برادری دارند که معروف به جعفر کذابه و ایشون با اینکه عمر خیلی طولانی نداشته ولی در احوالاتش نوشتن در ماجرای ولادت حضرت ولی اصر با عنافدا به خاطر خودخواهی و شعله کشیدن آتش حسادت در وجود او باعث شد که مردم زیادی رو گمراه بکنه بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام جعفر برادر امام حسن عسکری رسما ادعای امامت کرد حتی بدن پاک و متعر امام حسن عسکری رو که گذاشته بودند جعفر ایستاده بود که بر این بدن نماز بخونه یه وقت دیدن در اتاق باز شد یک کودک گندمگونی اومد و دست جعفر رو گرفت و گفت امو این بدن بدن آدم معمولی نیست که تو بتونی برش نماز بخونی کنار بیست و جعفر اینجا در برابر عموم کسانی که حاضر بودند یک حالت شرمندگی گرفت و بعد متاسفانه برادران و خواهران بزرگوار حکومت وقت معتمد عباسی دستور داد تمام اموال امام حسن عسکری رو به جعفر دادن به خاطر اینکه وانمود کنند امام زمانی در کار نیست اما وجود مقدس ولی از اروا انافدا توی روایتی که از حضرت نقل شده فرمود مثال عموی من جعفر کذاب معروفه به برادران یوسف همینجوری که برادران یوسف بر اثر حسادت باعث فراغ میان دو پیغمبر چهل سال طول کشید حضرت ولی یعص اربا اونا فدا مثال عموی من جعفر هم مثل برادران یوسف هند که بر اثر حسادت گروه زیادی رو چیکار کرد؟ گمراه کرد ما یه برادری دیگه هم داریم که این برادری تنی نیست بلکه برادران ناتنی اند اینها از دور راه با همدیگه میانشون میونشون اخوت برقرار میشه یکی از راه رضاعه از راه رضاع یعنی از راه شیر خوردن وقتی دو تا نوزاد از یک مادر شیر بخورن به قدری شیر مادر احترام داره که وقتی این دو تا نوزاد از یک مادر شیر خوردن خود این شیر اخوت و, و برادری رو ایجاد میکنه و لذا اگه یه دختر و یک پسر از یک سینه شیر بخورن با شرایطش اینا میشن خواهر و برادر و حق ازدواج با همدیگر رو ندارن در میان معصومین علیه السلام خاتم الانبیا از سینه احدی شیر نخورد جز از دو نفر یکی حلیمه سعدیه و یکی هم سویبه کنیزی که در منزل ابو لحب بوده به خاطر همین خاتم الانبیا چون پدر رو که دوران قبل از ولادت از دست داده و مادر رو هم قبل از بلوغ حضرت نه برادر دارند و نه خواهر تنی اما خاتم الانبیا برادر و خواهر رضایی دارند من دو رو معرفی کنم حمزه سید الشهدا علیه السلام و عثمان ابن مزعون تو که تو قبرستان ایشون دفنه و حضرت حمزه هم که در قبور شهدای اعود این دو بزرگوار از برادران رضایی خاتم الانبیا هستند یعنی هر دو از یک سینه شیر خوردن یک خواهر رضایی هم داره حضرت که معروف به شیماست و مرحوم علامه مجلسی نامش رو در بهار الانوار ذکر کرده خب حضرت سید الشهدا علیه السلام در میان اهل بیت علیه السلام معروف که از سینه این شیر ننوشید قرآن کریم در مورد موسی بن عمران میفرماید و حرمنا علیه المراضع ما شیر بانوانی که شیر داشتن و به کودکان شیر میدادند رو بر جناب موسی حرام کردیم تا در آغوش مادرش قرار بگیره خاتم الانبیا که عرض کردم اما پای سید الشهدا علیه السلام که به میون میاد روایات میفرمایند که حضرت ابا عبدالله علیه السلام حتی از مادرشون زهرای مرزی هم شیر ننوشیدن این یکی از امتیازات بسیار مهم و از مختصات حضرت سید و علیه السلام و السلامه یه برادری دیگه هم ما داریم که مربوط به شیر و نسب نیست بلکه با عقد اخوت برقرار میشه اتفاقا مستحب که روز عید قدیر که روز عید بزرگ ما مسلمان است امام صادق اروان فرمود بزرگترین عید ما مسلمان عید قدیره مستحبه که بین مؤمنین عقد اخوت جاری بشه خاتم الانبیا دو مرتبه بین مسلمین عقد اخوت جاری کرد یه بار بین هشتاد و سه نفر و یک بارم کمتر از هشتاد و سه نفر بودن برادران یه وقت دیدن امیر المومنین علیه السلام یه گوشه ایستاده خاتم الانبیا به امیر فرمود علی جان ناراحتی عرض کرد آجان شما بین مؤمنین عقده و خوبت خوندید پس من خاتم الانبیا نگاه کرد فرمود علی جان انت اخی فی الدنیا و فرمود تو برادر خودمی یه لحظه منو نگاه کنید آقای مرج نشستید در روایت داریم امیرالمؤمنین هر وقت در مسجد کوفه خطبه میخوند بعد که از مدینه مهاجرت کرده بود کوفه هر وقت روی منبر می نیشست اولین جمله ای که به زبان جاری می کرد بعد از خطبه این بود می فرمود انا عبدالله و اخو رسوله من بنده خدا هستم و برادر پیغمبرم و می فرمود این فضیلتی است که نه قبل از من کسی داشته و نه بعد از من کسی داشته خب من همه اینا رو گفتم برسم اینجا یه جمله بگم و دو سه جمله هم روزه بخونیم و آخرین فراز زیارت آشورا رو روز تاسوا با هم زمزمه کنیم مردم ما برادرانی رو داریم توی این عالم که زبان زد خاص و آمند. وجود مقدس حضرت سید و علیه السلام در آشورا برادر بزرگوارشون حضرت قمر العشیره ابل فضل العباس در متن حادثه آشورا حضور داشت و این مرد نسبت به ابی عبدالله علیه و السلام و چنان احترامی قائل بود که اصلا گویی خودش رو نمیدید این یکی از ویژگی های منحصر به فرد حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب حضرت ابوالفضل علیه السلامه من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید سید الشهدا علیه السلام غیر از امام مشتبه و ابل فز علیه السلام یه برادر دیگه دارن به نام محمد حنفیه ایشون هم خیلی جایگاه بسیار بالایی داره ولی در ارادتش به سید و علیه السلام اصلا قابل مقایسه با حضرت عباس علیه السلام نیست حالا من سه تا ویژگی های برادری ایشون رو عرض کنم خیلی کوتاه فهرستش و بعد یه نکته لطیفی بگم شما لذت روز تاسوها رو درک کنید اولین ویژگی حضرت عباس علیه السلام نسبت به حضرت عبی عبدالله مسئله بسیار مهم ادبی بود ش مادر با شیره جان خودش در کام حضرت ابالفضل علیه السلام ریخته بود ادب 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 و غیرت ابالفضلات بی, بی جان این ادبی که ابالفضل در وجود خودش داره همه اینا یک ارسیه که از مادر به او رسیده مردم من یه چیزی میگم شما یه چیزی میشنوید من در نقلی دیدم قد مبارک قمر العشیر عبدالفضل عباس یه مقدار بلندتر از قد عبی عبدالله علیه السلام بوده در نقلی دیدم حضرت عباس علیه السلام وقتی با عبد عبدالله علیه السلام روبرو میشد شد با فاصله می استاد که تو چش نزنه که تو چش نزنه ولذا هر وقت مقابل عبی عبدالله می ایستاد با ادب و احترام و کمی هم با فاصله می استاد که یه وقت توی چش نزنه ادب حضرت عباس سلام الله علیه این ادب از کجا منتقل شده از مادر منتقل شده خدا رحمت کنه مرحوم موحد ابتهی رو ایشون سه جلد کتاب داره به نام اول اول تا آخرش در مورد قمر بنی هاشم مطالبی رو ذکر کرده یکیش اینه که جناب ام البنین در مدینه شنید یک عده از زنان حسودی که آتش حسادت در وجودشون شعله میکشید پشت سر ام البنین حرف میزدن که خدا حالا که به ام عباس رو داده دیگه زیاد توجهی به فرزندان فاطمه نمیکنه حالا شده صاحب پسر مرحوم موعد ابتعی میفرماید جناب ام البنین سلام الله علیها قنداقه قمر بنی هاشم رو می گرفت و دور سر حضرت سید الشهدا علیه السلام میچرخوند و میفرمود من خودم پدرم مادرم و هرچه دارم فدایی فرزندان فاطمه ولذا از کودکی محبت به عبی عبدالله از ناحیه مادر به حضرت عباس علیه السلام منتقل شده انشالله حرمش برید انشالله حرمش کربلا بریم یبن <applause> الحسن <applause> 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 از همین روبروی ایوان طلای قمر الحشیره که وارد حرم بشید همین ایوان طلا رو که بینید یه در چوبی بود قبلا بسته بود اصلا قبل در زمان صدام ملون که هنوز سقوط نکرده بود هر کی کربلا رفته بود میگفت میگو این دری که در ایوان طلا است اون در بسته بود باز نمیکردم من از مرحوم آجباس کشوان که چهل سال کلیددار سرداب مقدس خمر العشیره بود خودم سال کردم تو کربلا ایشون دو سه سال از دنیا رفته گفتم ماجرای این در چیه که بسته بود حالا اخیرا باز کردن بازه معمولا عربا رو میبینید اونایی که اطلاع دارن از اون در وقتی که وارد میشن یکی از مکانهای توسلشون اونجاست حالا بزرگان ما میفرمایند این در معروف به باب ام البنین و باب ام البنین همون جاییه که بیبی بی ام البنین وارد حرم حضرت قمر العشیره اول فضل العباس شده میگه در عالم معنا مادر عباس رو اونجا دیدن که به سوگنش نشسته بود و گریه میکرد ولی این مادر دل عالم رو برده ادب رو با شیره جانش در کام غمر و لعشیره بلفزد العباس ریخته آماده اید من یه جمله بگم آقایون ببخشید این ادب به قدری زیاده و این ادب به قدری رسوخ در قلب قمر بنی هاشم داره که مثل امشب شب آشورا نافع ابن هلال میگه ابی عبدالله علیه السلام وقتی شو با اصحاب خودش زد میگه من نیمه شب بین محبت مخیم را افتادم نافع ابن هلال میگه ببینم چه خبره میگه یه وقت دیدم اصحاب ابی عبدالله لهم دویون که دوی نحل مثل لانه زنبور صدای مناجات میومد اومد گو من همینجوری که سرکشی کردم یه وقت دیدم قمر بنی هاشم ابل فضل العباس برادراشو جمع کرده چهار تا از فرزندان امیر غیر از عباس ابن علی و سید و شهداد تو کربلا بودند نافع ابن الال میگه دیدم حضرت عباس برادراشو جمع کرده گفت من گوش دادم ببینم آقا چی میگه چه حرفی میزنه گفت دیدم عباس ابن علی به برادراش میگه من و شما فرزندان علی هستیم اما مادر ما که زهرانی <laughs> نکنه یه وقت فردا دست بذاریم روی دست حسین تنها بمونه ولزا <applause> مردم قمر بنی از همه برادرای خودش عهد گرفت فرمود فردا باید دونه دونه جلو چشم من در رکاب ابی عبدالله تو خون خودتون قوطه بخورید تا نبینم دونه دونتون رفتید آرام نمیگیرم این ادب رو این احترام رو این منزلت رو این جایگاه رو و دومین ویژگی قمر العشیر فضل عباس مواساتی است که نسبت به ماجرای آشورا و سید و دارند و سومین ویژگی که دارند احترام شایانی است که به زینب کبرا در آشورا غیر احترامش به ابی عبدالله است. مردم ما تا هر چی شنیدیم از ادب عباس در برابر حسین شنیدیم اما به جان همگی تون قسم عباس زینب کبرا رو که بیدی مثل یه غلام در برابر زینب مثل یه غلام در برابر زینب گمرا <applause> سید و شهده امامه امامه یه نفر از حضرت عباس اگه سوال کنه تو چند تا امام داری؟ ایشون بفرماید سه تا اولیش به درم امیر المومنینه دومیش برادرم امام مجتبی سوم برادرم سید الشهدا علیه السلامه احترامش در برابر امامان زمان خودش که مثال زدنی است اما در برابر زینب کبرا این افتادگی چه معنایی داره آماده یک کلمه بهتون بگم یا نه مردم همین که زینب کبرا دید عبی عبدالله داره از الغمه بر میگرده <applause> روز تاسوهایی این ناله رو تو سینت نیگر داشتی که چه کنی؟ چرا با امام زمان در ناله نمیشی؟ ابی عبدالله مگه چجوری برگشت؟ دخترش زکینه بنت لوزن میگه بابام وقتی رفت در عوج شجاعت سوار بود و رفت مثل باز شکاری به تعبیر مقاتل اما میگه وقتی بابام داشت برمیگشت منو نگاه کنید آقایون تو رو خدا منو نگاه کنید میگه وقتی بابام داشت برمیگشت تو یه دستش انان زلجلاه این عین عبارت مقتله منو نگاه که ببینی نگاه کن مقرم نوشته ابی عبدالله داشت بر میگشت با یه دستش انان زلجلاه داشت اون دستش چی؟ یو کف کف و دمو به کمه با آسینش ای اشکاشو باگ میگه ای میگم عباس جان داغ تو رو به دل من گذاشت داغ تو به دل من بود این از عبی عبدالله عشق رو میخوام بگم عشق رو میخوام بگم مردم دختر عبی عبدالله سکینه بنتالوزن میگه همین که همین که همه زینب کبرا بابا ما به این حال دید <applause> انگار بهش الهام شد که کار از کار گذشته میدونی چی کار کرد میگه یه وقتی دم زینب نشد دست گذاشت زنه <تص> دست گذاشت رو زرش باز ای عطا امان از اسیری <applause> امان از اسیری حالا دست بذار تو دست من ببرمت کنار نهر الغمه کنار الغمه هر کی امروز کار نداره بلنشه بره کنار حرم دختر موزبن جعفر بین و, بینو و این تو رو دعوتت گردن که تو از یه سید و و قبر بری فریاد بزنی ناله بزنی هرکی کی نداره بلنشه بره هرکی کی گرفتار نید هر گرفتاری داره ذکر عمل فز اینجوری هست یا گرفتاری هر کی گرب داری ذکر عمل بز نداره رای چاره ذکر عمل بز امروز روز هر هرکی کار داره یا حالی من منو نگاه کنید آقاییم گفت رسید چون به الغمه روزه من همینه دیگه فراز آخر زیارت آشورا رو بخونه و یا حالی گفت رسید چون به الغمه پای تو رسید چون به الغمه پای تو گشت ایان چهره مولای تو چدید چشمت رخ ارباب را نهی به آتشین زدی آب را کی سپید چهره روسیا کی کنم از نوش تو ایشم توا من زمه حسین باد نوشم به آب آبرو نمی فروشم زجور ای روز مرا شب مکن مرا خجل زروی زینه زجور ای روز مرا شب مکن مرا خجل زروی زینم مگون مرا خجل زروی زینم مگون امی که عبی عبدالله اومد بالای سر عبوازش یه جمله ای بگم لذتشو ببری امروز یا علی مدد جان مادر یه لحظه منو نگاه کن میگه ابی <تصفح> عبدالله <تصفح> سر عباس رو که به دامن گرفت یه جمله ای داره فرمود عباس جان به خدا قسم اگه این سی هزار نفر منو نکشن توبه کنن و برگردن منو نکشن عباس جان تا امروز غروب به خدا داغ تو منو میگوشه یه وقتم دیدن نبی عبدالله بلند شد یه دست به کمر گرفت الآل الكزر زهرين وقل لدي لدي أجعل شزين آل بزر يا حسين اللهم لا لظالم زلم محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك اللهم لعل الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابت على قتله اللهم لهم جميعا حالا دو زانو بشین رو باد یه دست رو این دو سه روز رفتن کربلا خدا بزی کردن خوشبال جمع. عزیز دلم جوان عزیز خواهرم برادرم اگه کربلا نرفتی زندگی تو بفروش بروم به خدا بعد مرگت بشیمون میشیم امام صادق علیه السلام فرمود ظاهر جد قریب ما وقتی را افتاد اومد چشش که به دیوارای کربلا افتاد حضرت فرمود یه نفر میاد استقبال زایم گونا آقا کی میاد فرمود مادر پهلوش گزده ما فاطمه استقبال میکنه خوش آمد میگن حالا درست ما کربلا نیستیم امروز اما از جوار ملکوتی کریم اهل ای این دست راست تو بذار رو سینم السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی حلت ببنون عليك باللي سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جهله الله آخر العهد لي لزيارتكم السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الوزن ده بيار بالهم اللهم خسنتم انت ولا ظالم بالعلم الليل وفدأ بي اولا ثم لا للصالح بس اللهم لن يزيد خامسا و الله ابن زیاد و ابن مرجان و عمر ابن سعد و جمران و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مربان الى یوم القیام آخ که چقدر این سجده با تو تو عرم <سلام> سجده بریم سجده آخر زیارت آشورا ایشالا تو عربش زجده کنیم اللهم لك الحمد حمد شاکرین لك علا مصابم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزق لي شفاعة الحسين يوم الورود فثبت لي قَدَمَ صدقا عند كمال الحسين باصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجرون دون الحسين عليه السلام بالحسين يا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما یجیب المستر ازادا و یک جب الزوم اما یجیب المستر ازادا و یک جب الزوم اما یجیب المستر ازادا و یک جب امام زمان ما را برسان فرج شایستا امزا بگردان باقی اونده غیبت این ای آمین رو قشنگ بگو خدا یا باقی اونده حضرت رو به لطف و کرمت بر ما ببخش هر کی تو هر لباسی علیه فرنگ اهل بیت خیانت میکنه شرشو به خودش برگردان کشورمون نظاممون مملکتمون خواسته رهبر عظیم و شهنمون در پناه امام زمان محافظت بفرما مرزا منزورین گرفتانا لباس آفیت بپوشان روح بلند و ملکوتی شهدا سردار سلیمانی امام بزرگوار از مجلسمون بهرمند بفرما اونایی که پدر مادر زیر خاک دارند به آبروی حضرت عباس قسمت میدیم سواب زين مجلس سار روحمشون برسان مأجل الله في فرج مولانا صاحب الزمان السلام عليك يا رسول الله يا خير خلق الله يا محمد ابن عبد الله يا خاتم الأنبياء وعلى مسيك وعلى أخيك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين ولدك وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتزى والإمام الدقيق اللغي وجدك على من فوق الأرض ومن تحت السرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة السلام عليك وعلى ابنك الجواد جميعا برحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا علي ابن محمد الهادي السلام عليك يا حسن ابن علي العزكري، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا خليفة الرحمن، يا شريك القرآن، مال عمك العباس مال عمتك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت امير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة خديجة السلام عليك يا أمة ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله يا فاطمة اشبيلي في الجنة فإن لك عند الله شأن من الشأن السلام عليكم يا بنات رسول الله جميعا ورحمة الله وبركاته فاتح مع الصلوات